بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرین. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. عید نوروز و حلول سال نو را تبریک عرض می کنم به همه هممیهنان عزیزمون، به خصوص به خانواده های مکرم شهیدان و خانواده های جانبازان و خود جانبازان و همه ایثارگران، و همچنین تبریک عرض میکنم این عید رو به همه ملت هایی که عید نوروز رو گرامی میدارند. امسال عید ما مقارن است با اعیاد مبارک شعبانیه که این برکات فراوانی رو انشاءالله از لحاظ مادی و معنوی امیدواریم برای سال نو ما داشته باشه و 1400 متبرک است به اینکه دو نیمه شعبان در او هست و دو بار در این سال مردم جشن ولادت ولی الله العظم ارواحنا فداه رو خواهند گرفت. سال 99 با حوادث گوناگون و بعضن بی سابقه ای پایان یافت. یکی از اون حوادث که حقا بی سابقه بود و ناآشنا بود برای ملت ما، پدیده کرونا بود که تقریبا زندگی همه ملت رو به نحوی تحت تأثیر قرار داد. هم کسب و کارها رو، هم محیطهای درسی رو، هم اجتماعات دینی رو، هم مسئله سفرها رو، ورزش رو و دیگر مسائل گوناگون کشور رو تحت تأثیر قرار داد و ضربه سختی هم به اشتغال در کشور زد. البته از همه اینها تلختر جان باختن ده ها هزار از مردم عزیز ما بود که این به معنای قصه‌دار شدن و داغدار شدن ده ها هزار خانواده است. من همینجا از فرصت استفاده می کنم به همه اون خانواده های عزیز تسلیت عرض می کنم و همدردی خودم رو با اونها ابراز می کنم. امیدواریم که خداوند به اونها صبر بده و اجر بده و جان باختگان رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده. سال 99 همچنین از جهتی سال بروز توانایی های ملت ایران بود، هم در مقابله با همین آزمون بزرگ یعنی کرونا که انصافاً ملت عزیز ما از مجموعه های درمانی و بهداشتی گرفته تا محققین و دانشمندان تا آحاد مردم تا گروه های جهادی و خدمتگزار توانایی بزرگی را از خودشون نشان دادن برای مدیریت این حادثه تلخ. اون هم با فشار حد اکثری دشمن در زمان تحریم، با وجود تحریم، بسته بودن راه‌های گوناگون برای استفاده از امکانات خارج از کشور، ملت ما، دانشمندان ما، پزشکان ما، پرستاران ما، بهیاران ما، عوامل آزمایشگاهی ما و عوامل
رادیولوژیستی ما، اینهایی که دستن در کار درمان مردم بودن، انصافا توانستند تجربه بزرگی رو به یادگار بگذارند و توانایی بزرگی از خودشون نشان بدن. همچنین ملت ایران توانایی خودش رو نشان داد در مقابله با فشار حد اکثری دشمن. اونها در صدد بودند، دشمنان ما در رأس اونها آمریکا در صدد بودند که ملت ایران رو با این فشار حد اکثری به زانو در بیارند. امروز خود اونها و رفقای اروپاییشون صریحاً میگن که فشار حد اکثری شکست خورده. ما میدونستیم شکست میخوره و عازم بودیم که دشمن رو شکست بدیم در این زمینه. میدونستیم ملت ایران میایسته. ولی امروز خود اونها دارن اعتراف میکنن به اینکه این فشار حد اکثری شکست خورده است. خب شعار سال 99 شعار جهش تولید بود. من اگر بخواهم بر اساس گزارش های متعدد مردمی و دولتی و دستگاه های مختلف و جهات مختلف که از همه جهت به ما گزارش میرسه، اگر بخوام بر اساس این گزارش ها یک ارزیابی بکنم، باید بگم این شعار تا حد قابل قبولی تحقق پیدا کرد. یعنی جهش تولید در بخش های از کشور و بخش هایی از مسائل گوناگون کشور تحقق پیدا کرد، اگرچه که در حد انتظار نه. یعنی در اون جاهایی هم که این شعار تحقق پیدا کرد، که در کارهای زیربنایی و سازندگی و امثال اینها غالبا بود، نتیجه اون در اقتصاد عمومی کشور و در معیشت مردم مشهود نشد، یعنی احساس نشد این حرکت، در حالی که انتظار ما این بود که جهش تولید بتوانه گشایشی در وضع مردم به وجود بیاره. البته شعار جهش تولید به معنای واقعی کلمه یک شعار به تمام معنا انقلابی است، شعار مهمی است. جهش تولید اگر به درستی در کشور اتفاق بیفته، که انشالله اتفاق خواهد افتاد، هم تأثیرات عمیق اقتصادی در کشور میگذاره در مورد ارزش پول و بقیه مسائل عمده اقتصادی تأثیر میگذاره، و هم علاوه بر اونها موجب اعتماد به نفس ملی میشود، موجب رضایتمندی عمومی مردم میشه، تضمین کننده امنیت ملی می شود. یعنی تولید جهشی یافته در کشور، اگر انشاءالله این اتفاق بیفته که امیدواریم بیفته این اتفاق، این عوارض مهم و این منافع بزرگ بر او متحقق میشه. خب حالا چرا در سال 99 به طور کامل این اتفاق نیفتاد؟ به خاطر وجود موانع از طرفی و حمایت نشدن تولید در همه بخش‌ها از طرف دیگر. یعنی تولید احتیاج دارد به هم حمایت‌های لازم قانونی و حکومتی، و هم احتیاج دارد به اینکه موانع سر راه تولید برداشته بشه. حالا مثلا از باب مثال، وقتی که فرض کنید یک کارگاه نیمه کاره ای، یعنی کارگاهی که مثلا با 30% 40% ظرفیت کار میکنه یا به کلی از کار افتاده است، با همت چند جوان مثلا این کارگاه به راه میفته، با تشویق ها و اینها این کارگاه مشغول حرکت میشه، و بعد از آنی که به تولید رسید، ناگهان انسان مشاهده میکنه که رقیب این محصول از خارج به نحوی وارد کشور میشه، یا به وسیله دستهای خیانتکار قاچاقچی، یا متاسفانه از طرق قانونی و به خاطر ضعف
رعایت های قانونی. این تولید طبعا تشویق نمیشه، این مانع بر سر تولیده، یعنی اون کاری که انجام گرفته در واقع شکست میخوره. یا همچنین نبود مشوقه ها، مثل نبود مشوق سرمایه گذاری. سرمایه گذاری در امر تولید احتیاج داره به مشوق، بایستی کسانی که میتوانن سرمایه گذاری کنن تشویق بشن به این کار، و اوضاع کسب و کار در کشور به نحوی باشه که برای اینها تشویق کننده باشه که وارد این کار بشن. یا هزینه تولید براشون افزایش پیدا نکنه، که متاسفانه اینها اتفاق نیفتاده، یعنی این ملاحظات لازم انجام نگرفته، نه اونچنان مشوقی وجود داشته و نه در مورد هزینه های تولید فکری شده. در یکی از سالها، حالا شاید سال 99 نبود، قبل از سال 98 شاید، هزینه تولید کننده از هزینه مصرف کننده بالاتر بوده. اینا خب یه چیزایی است که مانع پیشرفت تولید. خب بنابراین ما در سال 99 این حرکت انقلابی رو به نحوی در کشور آغاز کردیم. ملت ایران استقبال کرده است از جهش تولید به اندازه مشخص و محدودی. این باید ادامه پیدا کنه. سال 1400 که از لحظه این سال تحویل شروع می شود، در واقع به یک حساب ورود در قرن جدید است. یک قرن جدیدی داره آغاز میشه در واقع. بنابراین به مسائل کشور بایستی با نگاه بلند مدت نگریست و اونها رو با نگاه بلند مدت محاسبه کرد. در این سال، سال 1400 سال حساس و مهمی است، هم به خاطر انتخاباتی که در اول این سال هست، در خرداد 1400 انتخابات مهمی ما در پیش داریم که این انتخابات میتوانه تأثیر مهمی در اوضاع کشور و حوادث کشور و آینده کشور بگذاره. مدیریت های جدیدی بر سر کار خواهند آمد، احتمالاً تازه نفس با انگیزه های گوناگون قوی انشاءالله وارد کشور بشن، وارد مدیریت اجرایی کشور بشن. بنابراین انتخابات این سال رو بسیار مهم و حساس میکنه. این از یک جهت که من درباره انتخابات البته در سخنرانی بعداً مطالبی رو عرض خواهم کرد، اینجا به همین اندازه اکتفا میکنم، و هم به این جهت که تولید در سال 99 یه تکانی خورد، جهش تولید یه حرکتی به وجود آورد. امسال سال 1400 یک زمینه خوبی برای شکوفایی جهش تولید وجود داره. از این بایستی حد اکثر استفاده کرد. باید این حرکت با جدیت دنبال بشود و به طور عمده حمایت‌های قانونی و دولتی و حکومتی از همه سو نسبت به جهش تولید انجام بگیره، چه این دولت تا وقتی که بر سر کار هستند، چه دولت آینده. از اول استقرار بایستی همت خودش رو بر این قرار بده که موانع رو برطرف کنه و حمایت‌های لازم رو انجام بده، و انشاءالله جهش تولید به معنای واقعی کلمه در امسال انجام بگیره. لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدائی ها. یعنی این شعار اینه: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدائی ها. بایستی ما تولید رو محور کار قرار بدیم و حمایت های لازم رو انجام بدیم و مانع ها رو از سر راه تولید برداریم. امیدواریم انشاءالله به لطف الهی این شعار تحقق لازم رو پیدا کنه. در همین زمینه انشاءالله در سخنرانی بعدن و همچنین در زمینه انتخابات عرایزی رو
عرض خواهم کرد. امیدواریم روح مطهر امام بزرگوارمون و ارواح طیبه شهدای عظیم و شأنمون از ما راضی و خوشنود باشن و سال سال مبارکی برای ملت ایران باشه و حضرت ولی عصر ارواح و فدا ملت ایران رو و مسئولین کشور رو و آحاد مردم رو دعا کنند و تفضلات خودشون رو به این ملت ارزانی بدارند و لطف خودشون و توجه خودشون رو انشاءالله نسبت به این ملت همچنان که در گذشته وجود داشته ادامه بدن. و السلام علیه و علیکم و رحمت الله و برکاته.